میانگین رشد اقتصادی 18 کشور عضو منطقه یورو در سه ماهه نخست سال میلادی جاری 0.2% بود. میزان رشد در کشورهای مختلف عضو این حوزه پولی متفاوت گزارش شده است. آلمان، بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، در این دوره رشد 0.8% تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد، در حالی که رشد اقتصادی دومین اقتصاد منطقه یورو فرانسه به مراتب کمتر از پیش بینی ها بود. اقتصاد فرانسه در این دوره رشدی را تجربه نکرده و رشد اقتصادی ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، منفی 0.1% بود. رشد اقتصادی اسپانیا در سه ماهه اول سال جاری میلادی تسریع شد و تولید ناخالص داخلی چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به 0.4% رسید. بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرده است عملکرد سه ماهه اول به این معناست که اقتصاد کشور در مسیر رسیدن به رشد 1.2% در سال جاری میلادی است. دولت اسپانیا نرخ رشد 1% را هدف قرار داده است. این در حالی است که اقتصاد فرانسه برای رسیدن به رشد هدف گذاری شده در هر فصل به 0.5% رشد تولید ناخالص داخلی نیاز دارد. با وجود کندی آهنگ رشد اقتصادی در منطقه یورو، امیدی نیست که بانک مرکزی اروپا آمادگی پشتیبانی از طرح دیگری برای تحریک اقتصاد این منطقه را داشته باشد.